کلاهبرداری 35 میلیاردی از امیر نوری. با ما همراه باشید، جزئیاتش رو بهتون میگم و کل ماجرا رو از اول تا آخر تعریف میکنم. سلام، ممنون همیشه کانال زرد تیوی، به کانال خودتون خوش اومد. خب اکبر عبدی که از دوستان نزدیک و قدیمی امیر نوری هستش، توی برنامه شب خوش مهران غفوریان توی ایام نوروز حضور پیدا کرد. اون توی قسمت‌هایی از این برنامه نظرش رو در مورد افراد مختلف میگفت که یکی از اون افراد امیر نوری بود که دوستی قدیمی بین این دو نفر وجود داشته. اکبر عبدی بازیگر مطرح سینما و تلویزیون با حضورش در برنامه شبخوش مهران غفوریان از ماجرای کلاهبرداری 35 میلیارد امیر نوری پرده برداشت. اون در پاسخ به اینکه امیر نوری چه جور شخصیتی داره گفت من میتونم تو یک کلام بگم امیر گیجگوجی، چون یه وقتایی قات میزنه یهو 35 میلیاردش رو میبره و میده به یک کلاهبردار. حالا اسمش رو نمیتونم تو این برنامه بیارم، چون یه بار اسمش رو توی برنامه تلویزیونی آوردم و حسابی من رو جریمه کردن. ولی خب این بچه 35 میلیاردش رو داده به اونو، دیگه حتی تلفنش رو هم جواب نمیده و این کار قشنگی نیست. امیر گیجگوجی، امیر گیجگوجی. آره، یعنی یه وقتایی قات میزنه، خب یهو 35 میلیاردش رو میبره میده به یک کلاهبردار. براش میخوره راه. با توجه به صحبتایی که اکبر عبدی انجام داده بود انگار اون رو به خوبی میشناسه و این کلاهبردار قبلا برخوردی هم با اکبر عبدی داشته. همین باعث شدش که خیلی از امیر نوری در مورد هویت این کلاهبردار بپرسن که چه کسی 35 میلیارد رو از امیر نوری بالا کشیده. مثل اینکه این فرد یکی از تهیه کننده های سینما و تلویزیون بوده که پروژه های نیمه کاره زیادی رو جلو برده و خیلی از بازیگرام ازش شکایت هایی رو ثبت کردن. حالا یا به صورت مستقیم پول ازشون گرفته و گفته که مثلا توی یه کاری مشارکت بکنیم ولی خب پولشون رو بر نگردونده، یا هم که دستمزدهاشون برای پروژه های تلویزیونی و سینمایی بوده که چک های بلا محل داده و عملا چک ها پاس نشده و یه جورایی این بازیگرها و هنرمندا از این فرد طلبکار هستن. ولی خب جزئیات هویت این فرد رو خود امیر نوری توی پیجش افشا کرد و برای اینکه بعداً براش مشکلی هم ایجاد نشه گفتش که این فرد کلاهبردار نیست و کلاً قانون اون رو تبرئه کرده. امیر نوری مدعی هستش که این فرد تله های قانونی رو خوب بلده و به همین شکل هم از افراد شناخته شده زیادی کلاهبرداری کرده و قانون هم نمیتونه جلوش رو بگیره، چون از خلاهای قانونی که توی موارد مختلف وجود داره این فرد سوء استفاده کرده. امیر نوری توی پستی که توی این اینستاگرامش منتشر کرد نوشت: به نام خدا، دوستانی که هی پیام میدن کیه کیه؟ محمد کمالی پور، تهیه کننده نما. البته ورق بزنید عکس و عناوینش میاد. بعدم بگم اتهام کلاهبرداری از کسی که آقای عبدی گفتن کاملا رفع شده، چون کلاهبرداری در قانون تعریفش این شکلیه: هر جرم کلاهبرداری متفاوت هستند و هر یک از آنها توسط وکلای حرفه‌ای شناخته می‌شوند. کلاهبرداری یکی از جرم‌هایی است که در آن فرد با متوسل شدن به شگرد‌های متقلبانه طرف مقابل را فریب می‌دهد. بنابراین فرد با رضایت مال خود را به کلاهبردار تقدیم می‌کند. تنها با گفتن یک دروغ ساده جرم‌های کلاهبرداری به وجود نمی‌آید. در واقع باید عملیات‌هایی انجام گردد تا تقلب صورت پذیرد. در کلاهبرداری برخلاف دزدیده شدن مال، بردن مال بدون شگرد خاص امکان پذیر نیست. در واقع حتما باید کلاهبردار به شکل‌های خاص متوسل شده تا فرد متقابل فریب بخورد. در اثر این فریب خوردگی کلاهبردار مال فرد رو در اختیار خود میگیره و کلاهبردار با استفاده از تقلب و وسیله‌های متقلبانه موجب میشه افراد مالشون رو از دست بدن. البته آقای اکبر عبدی جرائم مختلف کلاهبرداری رو تفاوتاشون رو نمیدونن، فرق بین کلاه گذاشتن و کلاه برداشتن. پس محمد کمالی پور کلاه برداری نکرده. اگرم 115 تا مورد قضایی مالی داره به خاطر بلد بودن قانون و بلد نبودن آقای عبدی. خیلی از افراد مثل بهنوش بختیاری هم از امیر نوری زیر این پستش حمایت کردن و گفتن که قانون کلن سمت ما نیست، ما میایم تبلیغ یه محصولی رو میکنیم بعدن کلاهبردار در میاد مقصر ما میشیم، ولی از این طرف پولمون رو بالا میکشن، کسی پاسخگو نیست و باز هم ما مقصریم.
امیرنوری تو این پستش تصاویر رو هم از محمد کمالی پور تهیه کننده‌ای که حالا ادعا شده کلاهبرداری ازش شده منتشر کرد و همینطور تصاویری هم از دادخواست دادگاهی که توش ازش شکایت‌هاش رو ثبت کرده منتشر کرد. جالب بدونید که محمد کمالی پور تا به حال فیلم بدون حاشیه‌ای نساخته. توی اکثر فیلم‌ها فیلمش یا در نیمه فیلم برداری یا بعد از پایان تصویر برداریش توقیف شده و خیلی از هنرمندان مشهور مثل محسن تنابنده، رضا عطاران، الناز شاکردوست، مصطفی زمانی، مهران احمدی، بهزاد فرانی و خیلی های دیگه فیلم های توقیفی دارن که تهیه کننده شون همین آقای کمالی پور بوده. شاخص‌ترین فیلمی هم که توقیف شد فیلم آیین شمدون بودش که کارگردانیش رو بهرام بهرامیان بر عهده داشت، ولی اینطور که مشخصه فیلمنامه‌ای که مجوز وزارت ارشاد گرفته با چیزی که در حال فیلم برداری بوده کاملا دو چیز متفاوت بوده. واسه همینم هم در نیمه کار فیلم برداری فیلم در سال 91 توقیف شد و هیچ وقت هم دوباره از سر گرفته نشد. امیر نوری متولد سال 63 هستش و از 9 سالگی کار بازیگری رو شروع کردش و اولین فیلمی هم که توش شناخته شدش سریال بدون شهر بود که در سال 81 فیلم برداری می شد. پدرش کارمند شرکت واحد بود که در سال 91 به خاطر سکته قلبی از دنیا رفت. مادرش هم خانه‌دار بود. یه خواهر بزرگتر از خودش و 2 تا خواهر هم کوچکتر از خودش داره. جالب بدونید که امیر نوری شغل اصلی و منبع درآمدش از بازیگری نیست. اون سال هاست که به شغل رستورانداری مشغوله و شاید برای خیلیاتون هم سوال پیش اومده باشه که این چند ده میلیارد امیر نوری اصلا از کجا آورده که حالا داده به کلاهبردار. قضیهش برمیگرده به شغل اصلیش که رستورانداری هست. یکی از مشهورترین رستوران های امیر نوری رستوران شب نشینه که واقع در دره فرهزاده و از سال 93 اداره این رستوران رو بر عهده داشته. امیر نوری تا به حال ازدواج نکرده و علاقه زیادی هم به سفر کردن داره و به قول خودش کل ایران رو گشته و چند تا کشور خارجی رو هم سفر خارجی داشته. اون در سال 95 حضورش در سوریه بین مدافعین حرم خیلی مورد توجه قرار گرفت و در سفری که به فلوجه سوریه داشت در مورد علت حضورش در سوریه گفته بود که من نه به خاطر عراق، نه سوریه، نه پول، نه عکس، نه کار، نه مطرح کردن خودم، نه برای سیاست و نه تبلیغات و نه یخچال و نه کولر و خیلی چیزای دیگه اینجا نیومدم. من فقط و فقط به خاطر ایران و مردمم اومدم. اومدم که از طرف مردمم به مدافعان حرم خسته نباشید بگم و دستشون رو ببوسم. که خب حضور امیر نوری توی یه منطقه جنگی حسابی سر و صدا به پا کرد و حتی گفته میشد که توی یه سری از صفحات مجازی مربوط به داعش هم اون رو تهدید به مرگ کرد. مرسی رفقا از همراهیتون. حتما نظراتتون رو راجع به این کلاهبرداری که از امیر نوری اتفاق افتاده برامون تو بخش کامنت ها بنویسید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.